شنیدین تو این چند روز اخیر یه وبسایت رسمی خارجی امیر تتلو رو بعد از مایکل جکسون بهترین خواننده جهان معرفی کرد. من فکر میکنم اینکه امیر تتلو توی این لیست از بیانسه بالاتر شده، فکر کنم هر چی که هست زیر سر الوميناتی و بیانسه و اون شوهر در به درشه. بریم امیر تتلومون رو بگیریم از این خارجی های کسافت. نمیتونم از فکر درام، من هنوزم مثل قبل سلام. صدامون رو داریم گرم میکنیم. حال میده میایم پشت میکروفون. سلام. میکروفون. فقط میخواد از من سوتی بگیره. الان منو خراب کنه. تو خراب هستی همه جا. همون عاشق منم. تو خاری روی ساقه، اونم زیاد. من گلم تو خاری. الان دوباره طرفدارات میان اینجا میگن آره فائزه غیبت میکنه پشت سر طرفدار اینجا پیدا کرده. توی فامیل ما اصلا طرفدار نداشت. یعنی طرفدارش بودن ها، ولی خب یه تایمی دیدن نه نمیتونن دیگه، شدن دشمن. اینم از چنل کریزی کاپل خلاصه ای از اومده. بچه ها کامنت ها ما میگیم بیشترشون میکنین، شما کمترشون میکنین. لش نه، فوش نده. فوش بی ادبی نیست. اگرم بی احترامی باشه به قول امیر تتلو درجه آخره بی ادبی مثلا میشه فوش. اولین درجه بی ادبی میدونی چیه؟ من گفتم درجه. حالا هرچی چیه؟ چیه؟ فضولی، حسادت. حسادت خیلی چیه؟ اینا همشون اینا بی تربیتی درجه خیلی بالا داره. خب بریم بحث شیرین امروز باز هم در مورد تتلو و ببینید چه استعدادی رو انداختن گوشی زندون به ناحق. حالا اینو گوش کنیم با هم. همونطور که حتما شنیدین تو این چند روز اخیر یه وبسایت رسمی خارجی امیر تتلو رو بعد از مایکل جکسون بهترین خواننده جهان معرفی کرد. جالبه که بدونید نفر سوم این لیست بیانسه است که بعد از تتلو در رتبه پایین تری قرار گرفته. آها این وبسایت که تاپ 10 نام داره بر اساس نظرسنجی ها چنین لیستایی رو تهیه میکنه. حالا به نظر شما واقعا تتلو باید توی این لیست قرار میگرفت و جزو بهترین خواننده های جهانه؟ بله. معلومه که میتونه قرار اصلا بگیره. نفر اول نه دیگه، نگاه کن، من نمیگم نفر اول نباشه، نفر اول بود چرا نباشه، ولی مایکل جکسون هم آخه مایکل جکسون جهانی طرفدار داره خیلی تتلو نداره. داره ولی خب نه در حد مایکل جکسون. کی گفته؟ الان تو بری نظر سنجی کنی از مردم دنیا بیشتر همه مایکل جکسون رو میشناسن، ولی بعضی ها امیر تتلو رو نمیشناسن. مگه تو نگفتی یه مصاحبه خارجی دیدم که به دختر عکس امیر تتلو رو نشون دادن گفتن نظرت در مورد تتوهای این آقا چیه؟ من میری مصاحبه ایرانی، من میگم شما مایکل میرم ایرانی میگم مایکل جکسون رو میشناسن. نه من الان برم به مادر خودم میگم مایکل جکسون. نه مایکل جکسون رو نمیگم، تو ایران همه امیر تتلو خب رو میشناسن. من مایکل جکسون دارم میگم. مایکل جکسون؟ من الان برم مادرم بگم مایکل جکسون چی میگه. بگو همونی که رو دست عروس تتو شده. در کل امیر حال مایکل جکسون که مال گذشته بوده، مال سالهای قبل بوده، خداحافظی کردیم باش و الان تتلو نفر اول خوانندگان دنیا. چرا؟ چون بیشترین آهنگو داره، بیشترین رکوردارو داره. چقدر آهنگ که همشون شاعر و آهنگساز، همه چیزاشو همه کاراشو خودش انجام داد دیگه، چی میخواد؟ آقا من یه چیزی بگم، بیانسه هر کس که مثلا میرفت جایزه گرمی میگرفت و اینا خیلی بهش حسودی میکرد و همش یه کاری میکرد که تمام جوایز خودش بگیره، سر همه رو میکرد زیر آب و اینا، خیلی آدم خطرناکیه. من فکر میکنم اینکه امیر تتلو توی این لیست از بیانسه بالاتر شده، فکر کنم هر چی که هست زیر سر الوميناتی و بیانسه و اون شوهر در به درشه. بریم امیر تتلومون رو بگیریم از این خارجی های کسافت. تازه ببینید سطح چی میگن؟ شعور و تربیت؟ نه بی شخصیت بودن؟ نه بابا، امکانات اونا رو ببینید، امکانات امیر تتلو رو ببینید. پلیس اینترپول روش به هر نحوی نذارن کنسرت برگزار بشه، جلوی کنسرت ها رو بگیرن،
نمیدونم خلاصه زندان بکن، این کار بکن، اون کار بکن، تو چه شرایطی بیای این جوری بشکفی بیای بیرون؟ خیلی حرف. چرا قرار نگیره به نظر شما نداره بره باید چرا نداره؟ مردم؟ و ببینید توی ایران این استعداد کم نظیری که در سطح جهانیه، خب انداختین گوشی زندان به چه حقی؟ من مصاحبه آقای دبیر رو دیدم که میگفت اینجاست، ببینید همیشه عاقبت به خیر بشه ایشالله. برگشتشونم الحمدلله. یا خب ببینید برگشت مملکتش تازه چرا دوست برنگرده؟ الان زندان آقا ما کی، من میگم اوه خلاف هم کرده، اگه حق الناس بوده ایشالله ببخشنش، نداره حق حق الله بوده الناس، خدا میبخشه، خدا اگه میبخشه. حق حکومت بوده ایشالله حکومت سریع بودش. همیشه حکومت عاقبت به چه حق حکومتی؟ چی کار کرده که حق حکومت؟ بعد حکومت بعد اینو بنداز زندان برای چی؟ حق الناس که نداره، شکایت شخصی نداره، حق الله هم که خدا همیشه میبخشه. بعد تازه بیاید توبه هم بکنی، توبت هم پذیرفته نشه، خب دیگه یعنی چی؟ یعنی شما کلا با وجود این پسر آره مشکل از داریم؟ ریشه میخوان بزنن کسی که کاری به کسی نداره، داشت فقط هنرش رو اومده زندگی یاد میکرد. داده آقای چیزایی رو، اومده بهتون یاد داده و شما قدر نمیدونید. ویدیو رو نمیخوام زیاد طولانی کنیم. چرا طولانی باشه؟ این بار در مورد تتلو میکنم. آره ما واقعا منتظریم که یه خبری از امیر تتلو بشه. با ما همه در ارتباط بود توی یوتیوبش، با هواداراش میگفت آقا دارم میرم ایران، کف تهرون میبینمتون بچه ها، نمیدونم خوشحال بود، دوست داریم ببینیمش، و ازش واقعا خبر میخوام بگیریم. استعداد ببینم، استعداد این پسر رو کدومی که از خواننده های ایرانی اصلا نیست. داجی وقتی تتلو میخواد ابی بخونه، ببینم ابی میتونه از تتلو بخونه، از خود ابی بهتر میخونه. گوش بده. بله این استعداده و این پسر به این مهربونی با استعداد خوشتی همه چی تمومه. اومد گفت خودتون میدونی، میتونین بوگاتیتون بندازین گوشه زندان، میتونین پاره کنین باهاش و متاسفانه شما قدر نمیدونید. قورباغه رو تو تشت تهران بندازم میپره تو مرداب. یه خدایش قورباغه هم دیروز تتو آره کردیم. اینو تطور آره رو به جای تتو زدن برو این کار کن، برو اون کار کن، ببین بلنگو آقا اصلا ما اینا به نظر دعاز میاد چونتون سوخته. نگو به جای تتو زدن، به تو شما دوست داریم تتو بزن. به جای تتو آره به زدن جای بگو خورش به تو بلنگو خیلی چونت بخر بیا، سوخته. تا اگه مردی یه دون بلنگو برام بخر بس. نگفت براتون میخرم، گفت بریم بخریم. بگو دلمون نمیخوام. نمیخوای بخری هم دیگه بخورش به تو نرسه. ما واقعا بریم قبلا من میگفتم بریم براتون بخریم، باز هنوز مرام اونا الان میخوان بازم از استعدادهای تتلو بزنم، فقط بذار. نها کنی با یه پیانو تو برنامه زنده، فقط یه پیانو میزنن جاش میگن بخون. اصلا این اصلا مال قبل، خیلی قبل، فقط ببینید استعدادها. با تو انگارم چی آماده شد، نمیخواد که بگیری آماده شد بدن تو جفت تنم اگری بغلت یه شب و خوابم نمیره. اصلا واقعا همچین فرصتی پیدا نمیکنه که یه نفر اینقدر این قشنگ براش استعداد. بنوازه. بیا این هم یه دونه دیگه بازم بخونم.
ولش کنه، فقط آدم با حسرت بخوره که چنین اسطوره و چنین استعداد رو شما قدرش رو ندونستین و کل جوون رو از دیدن این بشر دارین محروم میکنه. فقط میتونین تأسف بخورین بچه ها. فقط اونایی که کارزار خارجی رو امضا نکردن حتما برن امضا کنن، برای هرکی که میدونن بفرستن امضا کنن، میشناسن بهشون بگن که اگه اتفاقی بخواد بیفته زودتر که امیر تطالو بتونه بیاد بیرون. چنل ما رو فراموش نکنین، حمایت کنین. اگه دوستمون هم ندارین برامون کامنت بذارین، بیشتر کامنت ها رو لایک ساب کامنت بشتید ماشاءالله. زنگوله رو هم بزنین، خیلی هم بهمون میگین براتون نوتیفیکیشن چنلمون نمیاد بالا. این بعضی موقع اینترنت دیگه هوامونو داشته باشین ببینین چه جوریه، خودتون دیگه میبینین کمک میکنه شما. خدا حافظ.